درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید پاسخ تهران به ترور اسماعیل هانیه قطعی و جدا از واکنش محور مقاومت خواهد بود. مهدی شکیبافر وکیل دادگستری برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان سابه منتقل شد. دادگستری استان سمنان حکم اعدام فردی را که در رابطه با قتل یک وکیل محکوم شده بود در ملأ عام به اجرا گذاشت. به دنبال حملات اسرائیل و حزب الله لبنان شمار قربانیان دو طرف مجموعاً 4 کشته اعلام شد. رابرت اف کندی جونیور روز یک شنبه از جنبش بازگرداندن عظمت به آمریکای دونالد ترامپ دفاع کرد. بیش از 60 تن در جریان حملات مسلحانه در بلوچستان پاکستان کشته شدند. و افزایش تنش بین حزب الله لبنان و اسرائیل منجر به افزایش قیمت دلار به بالای 60,000 تومان در بازار آزاد تهران شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 26 آگوست 2024 میلادی برابر است با 5 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید پاسخ تهران به ترور اسماعیل هانیه رهبر سیاسی حماس قطعی و جدا از واکنش محور مقاومت خواهد بود. سرلشکر محمد باقری که یک روز بعد از تبادل آتش سنگین میان حزب الله لبنان و اسرائیل صحبت میکرد گفت ایران خودش برای انتقام تصمیم میگیرد و محور مقاومت هم در این راستا همانطور که در روز گذشته دیدیم به صورت جداگانه و مستقل عمل خواهد کرد. برخی رسانه‌ها در گزارش‌های تحلیلی خود ارزیابی کردند که حزب الله تمایلی به تشدید درگیری با اسرائیل ندارد و رویترز هم به نقل از دیپلمات‌ها از تبادل پیام میان حزب الله و اسرائیل برای خودداری از گسترش درگیری خبر داده بودند. سرلشکر باقری بدون اشاره به گزارشی خاص تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در دام بازی و تحریکات رسانه‌ای دشمن نمی‌افتد. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم بر عزم این کشور برای گرفتن انتقام ترور اسماعیل هانیه در تهران تاکید کرد. عراقچی در شبکه ایکس نوشت که در یک گفتگوی تلفنی به آنتونیو تاجانی همتای ایتالیایی خود گفته است که واکنش ایران حتمی، دقیق و حساب شده خواهد بود. مهدی شکیبافر وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان مرکزی که توسط شعبه 9 دادگاه تجدید نظر به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 22 ماه حبس محکوم شده بود، دوشنبه 5 شهریور ماه برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان سابه منتقل شد. این وکیل دادگستری پیش از این در اواخر مرداد سال جاری برای اجرای حکم حبس خود به شعبه 1 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سابه احضار شده بود. این در حالی است که او در دادگاه بدوی از تمامی اتهامات تبرئه شده بود، اما با اعتراض دادستانی مبنی بر اینکه تبرئه او ممکن است منجر به جریتر شدن او شود، پرونده شکیبافر مجدداً بررسی و منجر به صدور احکام جدید شد. امیر رئیسیان وکیل دادگستری از برگزاری دادگاهی دیگر برای زیار نبوی زندانی سیاسی به اتهام اطلاع رسانی درباره وجود حشره موذی ساس در زندان اوین خبر داد. رئیسیان در گفتگو با شبکه شهر که روز دوشنبه 5 شهریور ماه منتشر شد گفت که این دادگاه جدید در تاریخ 7 شهریور ماه برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب برگزار می شود. زیار نبوی که به دلیل اعتراض به مسمومیت دانش آموزان دختر در حال گذراندن 1 سال حبس است، اردیبهشت ماه امسال با انتشار یادداشتی از
داخل زندان، از وجود ساس در بند 8 این زندان و مشکلات سلامتی جسمی و روانی برای زندانیان گفته بود. در پی انتشار این یادداشت که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 24 اردیبهشت ماه اظهارات نبوی را تکذیب و او را متهم کرد که به دنبال تغییر بند خود در زندان اوین است. این در حالی است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی و زندانی سابق از جمله مهدی محمودیان و جمال عاملی گفته‌های نبوی را تایید کردند. بنا به گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روز دوشنبه 5 شهریور ماه، اعتراضات بازنشستگان شرکت مخابرات که به طور هفتگی جریان دارد، امروز با پیوستن شماری دیگر از بازنشستگان از نهادهای دیگر از جمله سازمان تأمین اجتماعی، دست کم در استان‌های زنجان، گیلان، آذربایجان شرقی، خوزستان، اصفهان و کردستان در جریان بود. آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون خدمات کشوری مصوبه سال 1389 در خصوص وظایف قابل واگذاری و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی است که به موجب آن تا برطرف شدن موانع واگذاری ارائه خدمات به نیروی کار کماکان به عهده دستگاه اجرایی یعنی دولت است. اما با گذشت 14 سال از تصویب این آیین‌نامه و با توجه به اعتراضات مکرر و مداوم این بازنشستگان، به نظر می رسد که نه موانع واگذاری برطرف شده و نه دستگاه اجرایی به وظایف خود در قبال معترضان عمل کرده است. دادگستری استان سمنان صبح دوشنبه 5 شهریور ماه حکم اعدام فردی را که در رابطه با قتل یک وکیل در شهرستان شاهرود محکوم شده بود در ملأ عام به اجرا گذاشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان نوشت که فرد اعدام شده در رابطه با قتل عمدی محمود رضا جعفرآقایی وکیل دادگستری به قصاص نفت در ملأ عام محکوم شده بود و این حکم بامداد دوشنبه به مرحله اجرا درآمد. اکبری همچنین مدعی شده که تلاش هایی برای کسب صلح و سازش در این پرونده انجام شده بود، اما اولیای دم مصمم به اجرای حکم قصاص نفت بودند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به حسین سیمایی صراف وزیر تازه علوم خواستار بازگشت اساتید اخراج شده از این دانشگاه شد و دلیل اخراج آنها را خالص‌سازی دانشگاه عنوان کرد. در بخشی از این نامه آمده حاصل این روند تهی شدن کشور از متخصصان است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه خود تاکید کرده که اخراج علی شریفی زارچی استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به رغم اشتهار و همچنین دارا بودن مرجعیت علمی میان دانشجویان و جامعه دانشگاهی نشان می‌دهد که دلیل این تصمیم جز ادامه همان روند ناسباب مسبوق که خالص‌سازی دانشگاه است نبوده است. این نامه نتیجه رفتار اینچنینی با اساتید را ناامیدی و سرخوردگی میان دانشگاهیان اعلام کرده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و برخی رسانه‌های دولتی این کشور در گزارشی به دفاع از پیام رسان فیلتر شده تلگرام در ایران و انتقاد از دستگیری مدیرعاملش در فرانسه پرداختند. در گزارش صدا و سیما، خبرنگار و مجری برنامه خبر ضمن انتقاد غیر مستقیم به دستگیری دروف از سوی فرانسه یادآور مفهوم آزادی بیان شدند. خبرنگار صدا و سیما در این گزارش نفروختن داده‌های کاربران از سوی شرکت تلگرام به برخی دولت‌ها را عامل دستگیری دروف اعلام کرد. این در حالی است که وزارت ارتباطات ایران در سال 2017 تلاش‌های بسیاری برای گرفتن داده‌ها و اطلاعات کاربران ایرانی از شرکت تلگرام کرده بود، اما مدیرعامل این شرکت خواسته جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. پاول دروف، بنیانگذار روسیول اصل اپلیکیشن تلگرام، شامگاه شنبه 3 شهریور ماه توسط پلیس فرانسه در پاریس بازداشت شد. مقامات قضایی فرانسه بر این باورند که دروف به دلیل عدم نظارت کافی بر تلگرام، عدم همکاری با نیروهای مجری قانون و امکان ارسال ارزهای دیجیتال از طریق تلگرام در قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، جرایم علیه کودکان و کلاهبرداری نقش داشته است. دستگیری دروف با موجی از واکنش‌ها از سوی مقامات و شهرهای مختلف مواجه شده است. و
کنندگان هشمند در این لحظه توجه شما را به پایم‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. به دنبال حملات اسرائیل و حزب الله لبنان، شماره قربانیان دو طرف مجموعاً 4 کشته اعلام شد. شاخه نظامی گروه افراطی حماس شامگاه یک شنبه 4 شهریور ماه ادعا کرد که یک موشک M90 را به سمت تل آویو شلیک کرده است. ساعتی بعد ارتش اسرائیل اعلام کرد که پرتابه‌ای که از خان یونس در جنوب نوار غزه شلیک شده بود به فضای باز در نزدیکی شهر ریشون لتسیون در حومه تل آویو اصابت کرد. پرتاب این موشک در حالی انجام شد که بامداد یک شنبه اسرائیل از حمله پیشگیرانه به مناطق جنوب لبنان خبر داد و بعد از آن هم گروه حزب الله مدعی پرتاب صدها راکت و پهپاد به اسرائیل شد. اسرائیل کشته شدن یکی از سربازانش در جریان حملات بامداد یک شنبه را تایید کرده و حزب الله لبنان هم شمار کشته های حملات اسرائیل در بامداد یک شنبه را 3 اعلام کرد. در همین حال اسرائیل ادعای رهبر حزب الله درباره هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی در نزدیکی تل آویو را رد کرد. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در یک سخنرانی که شامگاه یک شنبه پخش شد ادعا کرد که حملات این گروه به اسرائیل موفقیت آمیز بوده است. او مدعی شد که گلیلوت، پایگاه واحد اطلاعات ارتش اسرائیل در نزدیکی تل آویو، هدف پهپادهای این گروه قرار گرفت. اندکی بعد از این ادعا، سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ ضربه‌ای به پایگاه گلیلوت وارد نیامده است. حسن نصرالله در سخنرانی خود همچنین ادعای ساعات پیشتر حزب الله را تکرار کرد و گفت که بامداد یک شنبه بیش از 320 موشک و پهپاد به سمت 11 سایت نظامی اسرائیل شلیک شد. ارتش اسرائیل گفته است که اکثر پرتاب‌های حزب الله خونسا شد و به هیچ پایگاه نظامی هم آسیبی نرسید. بنا به این گزارش، یک سرباز نیروی دریایی اسرائیل که در حال گشتزنی دریایی بود بر اثر اصابت ترکش سامانه پدافندی به او کشته شد و چند راکت حزب الله هم منجر به زخمی شدن یک تن و وارد شدن خسارت به چند خانه شد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، شامگاه یک شنبه با اشاره به تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان گفت که ایالات متحده در تلاش است تا از وقوع جنگ تمام عیار منطقه‌ای جلوگیری کند. ساعتی پیشتر لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، به 2 ناوگروه آمریکا در خاورمیانه دستور داد که همچنان در آب‌های منطقه باقی بمانند. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله عمیقاً ابراز نگرانی کرد و خواستار رفع تخاصم شد. رابرت اف کندی جونیور روز یک شنبه از جنبش بازگرداندن عظمت به آمریکای دونالد ترامپ
دفاع کرد و گفت قصد دارد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با کاندیدای جمهوری خواهان دولت وحدت ملی تشکیل بدهد. به گزارش فاکس نیوز، کندی که پیشتر به عنوان نامزد مستقل از کاندیداتوری کناره گرفته و از ترامپ پشتیبانی کرده بود، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جنبش بازگرداندن عظمت به آمریکا نمایانگر نشاط، امید و اعتقاد به پیشرفت ملی ایالات متحده است. کندی این دوره را زمانی توصیف کرد که آمریکا در حال شروع به مقابله با بی‌عدالتی هاست و در این حال موفقیت‌های خود را جشن می‌گیرد. او تأکید کرد که هدف این جنبش بازگرداندن کشور به شکوفایی، نوآوری و طبقه متوسط قوی است که به آزادی، عدالت و دموکراسی پایبند است. کندی همچنین فاش کرد که او در گفتگوهای مفصلی با ترامپ و حلقه نزدیکان وی درباره تشکیل یک دولت وحدت ملی متمرکز بر مسائل کلیدی مانند پایان دادن به جنگ در اوکراین، مقابله با سانسور رسانه‌ای و بهبود سلامت کودکان مذاکره کرده است. به گفته کندی، این دولت می‌تواند آمریکایی‌ها را با وجود تفاوت‌های سیاسی متحد کند تا روی اهداف مشترک تمرکز کنند. مقامات پاکستان میگویند در حملات شبه نظامیان جدایی طلب به ایستگاه‌های پلیس، خطوط راه آهن و یک بزرگ راه در استان بلوچستان و پاسخ نیروهای امنیتی این کشور به آنها دست کم 60 تن کشته شدند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز دوشنبه 5 شهریور ماه با بیان اینکه این حملات یک برنامه روزی دقیق برای ایجاد هرج و مرج در پاکستان است، در بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی موفق به کشتن 12 شبه نظامی شدند. ارتش پاکستان هم ساعتی بعد از آن اعلام کرد که 21 شبه نظامی در این حملات کشته شدند. با این حساب در کنار 39 تن کشته شده در حملاتی که گروه شبه نظامی ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته، تعداد قربانیان تا کنون به عدد 60 رسیده است. این گروه شبه نظامی بزرگترین گروه از چندین گروه شورشی قومیتی است که دهه هاست در بلوچستان با دولت مرکزی می جنگند و ادعا می کنند که منابع گاز و معادن بلوچستان به طور ناعادلانه مورد بهره برداری قرار می گیرند. این گروه خواستار خروج چین از این استان و خودمختاری بلوچستان است. رهبر کره شمالی از مراحل آزمایش 4 نوع متفاوت از پهپادهای انتحاری ساخت کشورش بازدید کرده که نخستین آزمایش این نوع تسلیحات در این کشور منزوی و تحریم شده است. به گفته ستاد مشترک کره جنوبی، میان پهپادهایی که کره شمالی آزمایش کرد با پهپاد ایرانی مدل شاهد شباهت دیده می شود، هرچند این امر نیازمند بررسی و آزمایش بیشتر است. به گزارش خبرگزاری کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز شنبه 3 شهریور ماه از بخش تولیدی پهپادی در مؤسسه علوم دفاعی کشورش بازدید کرد و شاهد آزمایش موفقیت آمیز پهپادهایی بود که اهداف تعیین شده را بعد از پرواز در مسیرهای مختلف در نظر گرفته شده شامل ماکت یک تانک شناسایی و منهدم کردند. این گزارش حاکی است که رهبر کره شمالی از دست اندرکاران این عرصه در کشورش خواست با استفاده از هوش مصنوعی این نوع پهپادهای تهاجمی را گسترش بدهند تا در یگانهای پیاده نظام تاکتیکی و واحدهای عملیات ویژه در کارهای مانند عملیات تهاجمی در زیر آب و نیز حملات چند منظوره و شناسایی نقاط راهبردی به کار بروند. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، پرسیدن سؤال در مورد آموزش دختران را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. ندیم یک شنبه 4 شهریور ماه در یک نشست خبری گفت که باز شدن مدارس بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها مسئله ای نیست که در چند هفته یا چند ماه حل شود و پرسیدن سوال در مورد آن هم تا اطلاع بعدی ممنوع است. وزیر تحصیلات عالی طالبان مدعی شد ما آنچه را انجام می دهیم مطابق شریعت است. اگر کسی در مورد آموزش دختران مطابق فقه حنفی به ما اسناد ارائه کنند، مطمئن هستم که این مسئله حل می شود. به گفته وی، اگر عالمان دین بعد از انجام تحقیقات اجازه گشایش مکاتب و دانشگاه ها را ندهند، محرومیت دختران از آموزش ادامه خواهد داشت. برندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
with Sam. I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. پلیس نیجریه اعلام کرد که اعضای یک گروه شیعه نیجریه‌ای که طرفدار حکومت ایران است، دو افسر پلیس را کشتند و سه تن دیگر را بیهوش کردند. به گفته پلیس، حمله ی روز یکشنبه سوم شهریور ماه در ابوجا پایتخت این کشور انجام شد. در بیانیه‌ای که سخنگوی پلیس نیجریه منتشر کرده، از این حمله به عنوان حمله بی‌دلیل جنبش اسلامی ممنوعه نیجریه به برخی از پرسنل نیروی پلیس نیجریه یاد شده است. بر اساس این بیانیه، در جریان حمله به یک ایست بازرسی پلیس، دو پلیس کشته شدند و سه تن دیگر در بیمارستان بیهوشی به سر می‌برند. به گفته پلیس، مهاجمان سه خودروی گشت پلیس را هم با آتش کشیدند. جنبش اسلامی که از انقلاب اسلامی در ایران الهام گرفته و روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، مدت هاست که به مخالفت با حکومت سکولار نیجریه برخاسته. این گروه در سال 2019 در نیجریه ممنوع اعلام شد. افزایش تنش بین حزب الله لبنان و اسرائیل منجر به افزایش قیمت دلار به بالای 60 هزار تومان در بازار آزاد تهران شد. بررسی سایت های تلارستانی طلا و ارز نشان می دهد که هر دلار آمریکا با افزایش 2000 تومانی نسبت به روزهای گذشته به 60 هزار تومان خرید و فروش می شود. بر همین اساس هر یورو هم 67100 و هر پوند انگلستان به 79200 تومان فروخته می شود. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم
در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.